دوباره خوش آمدین هموطنان عزیز، شما که بیننده صبح زندگی هستین. محمد رفیع کاظمی متخصص طب گیاهی با ما هست. قسمی که ما هفته قبل هم گفتیم، در شروع برنامه هم گفتیم، در رابطه با خواص و فواید دمنوش گلپر صحبت میکنیم. اینکه گلپر چقدر فواید داره، چی خواص های خوب داره، کیها میتونه از این دمنوش استفاده بکنه، آقای کاظمی با ما هست. بیشتر از آقای کاظمی بدانیم. سلام، صبح بخیر، خوش آمدید. جمشید عزیز سلام خدمت شما بیننده عزیز تلویزیون آریانا. امیدوارم هستم یک روز خوب رو آغاز کرده باشیم. در خدمت هستیم. سپاس از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. ما خود دمنوش گلپر نداریم، خود یک گلاس چای داغ چون هوا سرد است، همین خانه که میزبانی نداشته باشه با چای باز مهمان. ای به خاطر اینکه من دمنوش ناورده بودم نه کنایه بود. ما دکتر صاحب وعده کردیم، گفتیم اگر وقت داشتی باز دمنوش گلپر هم میداشته باشیم. خب بر صورت در رابطه با خواص و فواید دمنوش گلپر میخوایم بدانیم که کیها میتونن از این دمنوش استفاده بکنن، چون فصل زمستان است، هر کی خوش داره دمنوش های متفاوت. شما بار که میگن باز دوستا پیام میکنن میگن ما از کدام دمنوش استفاده بکنیم. امروز که در رابطه با دمنوش گلپر صحبت بکنیم که چی خواص داره، چی فواید داره، کیها نوش جان بکنه. در کل ما باید جمع شو از دمنوش های ترکیبی داشته باشیم. دمنوش گلپر هم همینطور مثل دمنوش های دیگه بسیار خصوصیات خواص خودش داره، مخصوصا در فصل سرما. شما ببینید اکثرا فراموشی ها در فصل سرما پیدا میشه، زمانی که بدن خود سرد میکنه، بدن رطوبتی میشه یا مغز سرد میشه. یکی از خصوصیات خوب دمنوش گلپر امی است، برای گرم کردن مغز است. یعنی مغز گرم میشه دیگه، فراموشی ها را خودش فراموش میشه دیگه، اجازه نمیده که شما فراموشی پیدا بکنید. یعنی یکی اولین تقویت دوای تقویت حافظه دمنوش گلپر است. زمانی که ما از گلپر میایم به عنوان یک دمنوش استفاده میکنیم، مخصوصا شما اگر دوستای ما که در ایران زندگی کردن یا کسایی که ترشی های ایرانی را استفاده کردن، یکی از خصوصیات گلپری است که داخل ترشی استفاده میکنن. چون ترشی سرد است، چون ترشی سرد است، دمنوش گلپر اینقدر که تزی یک ترکیب منظم و بسیار مناسب است که بسیار به خاطر کسایی که سردی دارن، ترشی نمیتونن بخورن، میتونن خوبتر استفاده کنن، نتیجه خوبتر میده. و سرد مجاز است. بسیار بسیار گلپر یگانه خصوصیات، اولین کاری که در بدن انجام میده در قدم اول گرم کننده بدن است. شما ببینید روده ها را گرم میکنه. ما تا زمانی که سردی ها بر ما به اصطلاح غلبه میکنه یا به مزاج های سرد یا در فصل سرما قبضیت ها است. زمانی که بدن سرد میشه، گاهی وقتا اگر شنیده باشه ما شما بعضی کسا میگن ما از چیزای سرد یا انار یا چیزای دیگه که استفاده میکنین قبضیت ها به وجود میاد. پس زمانی که بدن سرد میشه، روده ها خود سرد میکنه و بدن مختل میکنه، مخصوصا سیستم گوارشه مثل روده، مثل گرده ها، مثل حتی بر مغز ما صدمه میزنه سردی بدن. و گلپر گرم کننده است، بسیار یک دمنوش خوب و مناسب است برشان کسایی که استفاده. یک چیز شنیده بودم میگفتن گرمی طالب آب، خونگی بله. خدای نخواسته این طالب گور. بله. باید در این فصل بیشتر به خود توجه بکنیم. از دمنوش گلپر فقط تنها گلپر میتونیم استفاده بکنیم یا چیزهای دیگه هم در ترکیبش میتونیم افزود بکنیم؟ بله. جمشید عزیز، دمنوش گلپر به تنهای خودش یک طعم خاص داره. ولی اگر ما بخویم که خوبتر باشه، مثلا قبلا نشم قبل از برنامه ما دکتر سم اشاره کردم به سینوسا. زمانی که ما بحث سینوس میشه، رطوبت بدن باید ما کنترل داشته باشیم، یعنی بدن اجازه ندیم که رطوبتی شوه. زمانی که بحث از دمنوش گلپر میشه، ما میتونیم یک ترکیب با عسل داشته باشیم، میتونیم یک ترکیب با پوست مالتا داشته باشه. یعنی ترکیبات هستن که با گلپر بسیار سازگاری خوب داره. یعنی ما کینو را میخوریم، مالتا را میخوریم، اما پوست را دور میذاریم. برعکس ما اگر بخوایم یک دمنوش خوب و خوش طعم تنظیم بکنیم که هم برای سیستم گوارش مشکل ایجاد نکنه، هم بر مغز اعصاب خوب باشه و هم برای بدن بسیار مفید باشه، میتونیم یکی از تکه های تازه از پوست مالتا یا از پوست کینو همراه با گلپر با یک مقدار عسل اضافه بکنیم که بتونه حداقل کنترل خوب در قسمت گوارش ما داشته باشن. پس این دهی وسط بسیار مناسب است. و اکثرا کسایی که مشکلات قلبی رنج میبرن، اینا ببینید ما اکثرا غذاهای سنگین خوردن نمیتونیم به خاطر مشکلات قلبی که دارن، داروهایی که استفاده میکنن، دمنوش گلپر اینقدر بار روده ها را کم میکنه که حتی کسایی که حتی فشار از قلب پایینه، دقیق روده اولین فشاری که میاره بر قلب میاره. بله. پس دمنوش گلپر یکی از سبکترین دمنوش هایی است که بدن میتونه سبک بکنه. وعده هایی که دمنوش آماده کنیم طرف شب بهتر است، روز بهتر است یا فرق نمیکنه؟ جمشید عزیز، وعده های دمنوش ها اکثرا بعد از غذا است.
الا دمنوشایی که مثلا اگر ضرورت باشه که ما به خاطر بعضی بیماریایی که میگیم که قبل از غذا، اما در کل بعد غذا است. دمنوش گل پرام مثل دمنوشای دیگه بعد از غذا استفاده میکنن، حتی عصرانه میتونن استفاده بکنن بین وعده غذای ظهر و شب. اگر عصر اینا دمنوش گل پر استفاده میکنن با عسل یا با یک تکه از پوست مالتا یا کینو، اینا میتونن گرمکاری متابولیسم بدن خود تنظیم بکنن. اینقدر در قسمت سوختاندن چربی ها رول مهمه داره. یعنی گل پر یگانه داروی بوده که به خاطر کنترل هورمون ها کنترل استفاده میشن، مثل کورتیزول، هورمون کورتیزول. اگر در بدن هورمون استرس بلند میره، شمسازی ها شروع میشه، یعنی چربی شکم و پهلو از باد سرد و هر سردی است که در قسمت مغز ایجاد میشه. و این گلپر میتونه کورتیزول رو کنترل بکنه و چربی های اضافه که در قسمت شکم و پهلو است بسیار سریع از بین ببره. و گلپر هم گیاهی هست که در افغانستان، در آسیا، در اروپا، در جای دسترس هست. همتان های زیمو کسی که امیل از این دیده صبح زندگی هستن و باید از این به بعد تصمیم بگیرن که دمنوش گلپر نوشان میکنن. از خواص فوایدش گفتین عیرت زده شدم، از ازرارش هم بگین که ازرار هم داره یا جمشید عزیز، دمنوش ها اکثرا اگر ما بیایم اینا را مدتی بسازیم، هر یک دمنوش شما ببینید مدتی است، آرزه خودش داره. ما مثل که بچه های سیاه سبز همیشه تکیه کردیم و آرزه شما ببینیم. آرزه داشته. اگر ما ببینید شما، ما 90 تا 80% ما برای مردم افغانستان میتونیم بگیم معتاد هستن، به خاطر که اگر چای سیاست برشان نرسید، اینا یا سردرد هستن یا مشکل دارن یا عصبانی یا مشکلات برخوردشان هم نادرست میشه. بس ما شما مواجه شدیم بله. که ولی ما بخی چای نخوردیم سردرد هستن. اینا اگر بیان دمنوش ها را دوره‌ای بسازن دیگه از حالت به دور میشن. از رار گلپر اگر بر کسایی که گرم مزاج هستن، یعنی مزاج گرم خشک دارن، رویشان بخار داره یا به اصطلاح حرارت بدنشان بلند است، میتونن که اینا کمتر استفاده کنن. حداقل با دمنوش گلپر میتونن کاسنی استفاده بکنن که بتونه کنترل خوب داشته باشه در قسمت حرارت گلپر. و او که مجاز سرد داره برای او هیچ اضرار نداره، فوایدش بیشتر است، خواص خوب داره، باید اونها استفاده بکنه. چی خانم‌ها باشه چی آقایان، هر خانم‌ام که ممانعت وجود نداره، فقط برای خانم‌های باردار، چون گلپر گرم است، خانم‌هایی که باردار هستند از گلپر نباید استفاده بکنن، چون اگر در ماه اول یا دوم یا سوم تا زمانی که طفل نارس است، اینا خدای نکرده میتونن که سقط را تجربه بکنن، برشان مشکل مواجه میشه. اما دیگر در کل میتونن استفاده بکنن. سپاسگزار هستم محمد رفیق کاظمی، متخصص طب گیاهی که هفته هاش منتظر میمونن بیننده ها، و این روز که شما در برنامه با ما می باشین، باز همگی متوجه میشن که باش کدام دمنوش در رابطه به فواید خواصش میگه که ما استفاده بکنیم. موفق باشید، سپاسگزار هستم. هفته بعدی هم باز اگر نفس در قفس باقی و سر دمنوش گپ میزنیم که زیادتر جوان ها از دمنوش استفاده بکنن. در خدمت شما. سپاس از شما جا هم که بیننده صبح زندگی هستین. در حال حاضر هم وقفه داریم، بعد از وقفه فراموش نکنین اولین گزارش همکار خوب حفیظ امیری سرشهر کابل از گزارش حفیظ همچنان تقدیم شما میداشته باشیم.